نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. بعد از موضوع تزهید من الدنیا، بعد از موضوع توحید و تسلی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. انا اعطیناک الکوثر، ای پیامبر ما به تو کوثر دادیم. این انا اعطیناک الکوثر میگویند در پاسخ مشرکان که گفته شد به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفته ابتر است، یعنی فرزند ندارد، نسلش باقی نمیماند. الله تعالی به پیغمبر یه چیز ارزشمندی داد. اون چیه؟ انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. تفسیر معروف و مشهورش حوض کوثر است، چون حوض کوثر در روایات صحیح میاد. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میفرماید که شما که از اونجا ورود بکنید، عبور بکنید، مرا بر حوض میبینید. و پیغمبر به همه امتیهاش حوض آب میده. معلوم میشه که همه انبیا دارند، هر یکی برای امتهای خودش، ولی حوض رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسمش کوثر است. و مسافت بسیار زیادی از یمن تا مکه را نام برد که اینقدر فقط طول اون حوض هست و ظروفی که اونجا گذاشته شده. الا ای حال، این از این حوض رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یه آب معمولی نیست. خدا میدونه چه تأثیراتی، چه خاصیتهایی داره. این یک امتیازی است که الله تعالی به پیغمبرش میده. بنابراین بعضی میگن حوض کوثر، بعضی میگن که قرآن هست. این تقریبا 12 تفسیر نوشتن برایش. قرآن هست کوثر. بعضی گفتن کوثر به معنی خیر کثیر. خیر کثیر شامل اون حوض هم میشه، شامل قرآن میشه، شامل تفسیرهای دیگه که ذکر کردن هم میشه. پس ای پیغمبر، در مقابل این عطاء خدا، در مقابل این بخشش خدا، باید شکرگزار باشی. هم عبادت مالی کن، هم عبادت جانی. فصل لربک وانحر، پس نماز بخوان برای پروردگارت، وانحر و شتر نحر کن، قربانی کن. یعنی هم مالت را فدای خدا کن و هم عبادتش کن. ان شانئک هو الابتر، این اعلام عزیمت دشمن. دشمن تو اوست ابتر، دنبریده، نسلش منقطع، نسلی ندارد.